بنده حاجی رمضان حسین زاده هستم، فرزند حاجی حسین بخش. مدت 9 سال زندانی پل شرخی را مجاهدین پایوازی داشتم که از جمله اعضای فامیل قماندان شیر معروف به شیر کراته بود که ما به ایش برادر فرم پر کرده بودیم، مادر ما به ایش مادرش، پدر من به ایش پدرش. 9 سال شبها مادرم ساعت 11 شب هم از راه های پل شرخی آمدن خانه. خدمت شما خاطرات بسیار زیاد را از پل شرخی دارم. ارحام و اقارب پلوان شریک ما خدا رحمتش کنه، قبلگاه شهید مشتاق حاجی جمعه خان رضایی بود، فرزندش ملک حسین رضایی بود که اینها در زیر خاک در پلگون تا امروز آثاری از جسدشان ما ندیدیم. و جوان 18 ساله دیگه بود، دوستای ما به نام صمد که عروسیش 1 هفته شده بود، قف دستش با خینه های دست رفت در جوقه اعدام. خدا رحمتش کنه ایساق یارو بود که اینها از جمله دوستای بسیار خوب و نزدیک ما بود. ما مدتی که در اون راه رفت آمد می کردیم، خاطرات را از زندان و از زندانبانان به شکل گسترده ای داریم. بدرفتاری های مسئولین زندان، طعن و تحقیری که با ما داشتن که شما چی رقم خانواده هستین، اولادای تروریست تربیه کردین، بر علیه حکومت خلق و پرچم تربیه کردین، که این مسائل ها را در او را زیاد تجربهش داشتیم و رفتیم و شنیدیم لعن و طعن و تحقیرشان. خب ما افتخار ما بایی بود که ما در راه اسلام، در راه جهاد این زحمت ها رو متقبل میشیم و عزیزانی که اونها هم جان شیرینش از دست دادن، مثل آیت الله سید سرور وایس که ما از اونها از وطن از 1 قشلاق هستیم. خدا رحمتش کنه آیت الله سید سرور وایس که دفعه اول برد زودتر رها شد، در دفعه دوم که بردنش برای ما یکی از شاگردای پهلوان سید شیر حسین اصلا بچه قدوس میگفت از امگلخانه چاردی بود، شاگردای سید شیر حسین بود، در کمیته منشی جوانان بود. این برای ما آمد گفت که حاجی رمضان، ما گفتم ما بود، با اطلاعی سید سرور وایز بگو که بیرون شوه، این دفعه اگر برد دیگر رها نمی کنم. ما رفتم در کارت شخی، خدا رحمت کنه آیت الله وایزا، گفت رمضان جان کجا بودی؟ من گفتم آصف شما را باز میبرن و این دفعه شما را رها نمی کنم. خدا رحمتش کنه آگاهانه اونها جام شهادت نوشید. گفت من سکه فرزند مصعب بن جعفر هستم از آقای زندانی، ما زندان شدن شکنجه را اینها را میراث داریم، بنان اگر زنده بودم در قاطی همین مردم باشم، اگر بردن از قاطی همین مردم ببرن. مسئله دوری کمونستا شوها پشت خانه که نامی آمدن از کوچه ها و ویلا می شد، مردم می بردن، فقط به جرم اسلام می بردن، حتی که از اونا هیچ گونه اسناد مدارک سیاسی هم به دست نداشتن و اونها
میخواستن که اینها را به او خفقان، حتی کس رادیوی بی بی سی را گوش نمیتانست در او زمان. مردم ها را بردن از چندول در یک شو چیزی که سرای ها بود، از کیل فروش گرفته تا تبنگی، اینها را بردن در زندان پل چرخی که تا امروز متاسفانه کس از اونا اثری ندارن. و خدمت شما عرض بکنم که فشارهایی که در او زمان بود، مردم شکنجه روحی، شکنجه که زندانیانی که در اونجا بود، حتی یک در بلاک پنج یک کسی بود که مجاهدین می برد در پات می گفت که کش کن، در اون حد هم در مردم شکنجه کردن و از بیرون هم علما را، شخصیت ها را، متنفذین قوم و اینها را جوقه جوقه بردن در اون زمان. اگر این اقدام هم نمی کرد، انقلاب هم به وجود نمی آمد. وقتی که علما را بردن، شخصیت ها را بردن، متنفذین را بردن، مردم مجبور شد که دست به قیام بزنن و جهاد شروع شد. وقتی که ببرک کارمل روی کار آمد، اعلان شد که دروازه محبس برای شما باز است. ما صبح ساعت 8 صبح بود با جمعی از خانواده‌های عزیز شهدا با صد امید رفتیم در پل چرخی. از امی فواره او پای پیاده مردم صف کشیدن تا دروازه پل چرخی را. وقتی منتظر ماندیم که یک تقریبا 140 نفر زندانیایی که اعلام شد که اونا هیچ چیزی سرشناس و سیاسی و مجاهد نبود. بعد در این مسائل خدا رحمتش کنه، سید ابراهیم چینی فروش میگفت در پل سوخته خانهش بود، از او را 3-4 تا بچه‌اش در مسلول های زندان که جان داده بود، یا پیش قدم شد، ما هم دنبال شعار دادن که اگر اولادهای ما در سلول های زندان نیستند، دروازه رو واس کنین، ما بریم دل خدا یخ کنیم که ببینیم که در کدام سلول های زندان اینا جان دادن. اینا دروازه رو واس نکردن، ما تهاجم کردیم، دروازه مابش پل چرخی را پراندیم، داخل شدیم. وقتی که داخل شدیم، در بلاکا هر جایی گشتیم و سر و صدا فریاد زدیم که شما کجا هستین. در دیوارها می دیدیم که یادگاری بازی ها پنجای خودمی رقم به خون زده بود، به دیوار تاپک کده بود، بازی هم با خون نوشته بود خاطرات شه، یادگاری شه. به اینجا رفتیم و چندین بلاک، در یک بلاک وقتی که روبرو شدیم که قدوس قربندی، دکتر شاولی، عباس خروشان و اینها بود، مردم عمله کردن، اینها بیرون شدن و مردم زدن، یا بیرون شدن و بسیار زدن و کندن شروع شد و اتاقا را با آتش کشیدن. مردم در اتاقای از اینا بخاری ماندگی بود، در اوقات هم کمونیست ها، مگر کمونیست خود بندی کرده بود، قدر زد میکرد، تلویزیون بود، کریت های میوه بود، بخاری بود. خوی بلاک با آتش کشیدیم، بعدا صداهای فایر شروع شد. آخر کتمه 3 نفر ماند، 3 نفر ماند. یک کسی آمد مرا گفت دیوانوار اینجا زده را ایشتی، از بیرون خبر داری که چند نفر کشته شده ماند. از او کلکین سر نشان دادیدم که اگه 7-8 نفر از این تظاهرات کننده ها جنازه شان همونجا افتاده. ما بیرون شدیم، دروازه ما وسط قایم کرده بودن اینها. گفتن که شما فقط کسایی را قادر اعلان چیز کردین، قدوس قربندی را، دکتر شاولی را، عباس خروشان را، اینها را رها کردین تا اینها پیدا نشه و شما برآمده نمیتونین. خب اینا وقت ناوقت شد تا ساعت 10 شب یک دانه از قاط نفر اینا میبرآمدن و بازی ها را میگرفتن دولتی ها و مردم در مو حالت به مو روحی ها سر از یا عمله میکرد، باز نمیماندن. تا ساعت نزدیک 11 شب شد که یک دکتر شاولی باقی مانده بود. دکتر شاولی خود رسانده بود در میدان دروازه ما بست، یک دانه تانک بود، در زیر شکم تانک
همینجا خود جای به جای کرده بود. آخرین نفری که بود دکتر شاولی برآمد. باز ما مو ساعت 11 شب ما را الا کرد و پای پیاده نازمونجا پس آمدیم تا فواره اوه. این از خاطرات شش جدی بود که مردم انتظار داشت که ببرک کالمار که روی کار آمده بندی های ما اعلام میشه تا فواره و مردم صف کشیده بودن که متاسفانه آثاری دیده نشد و کلشان جوقه جوقه زیر خاک پیلگون دفن کرده بودن. از پیلگون بچه هایی که اونجا صحبت می کردن گفت وقتی که می آمدن می برد که می برد می گفت جای شما زیق است، شما رو جای خوبتر انتقال می کنیم. به ای که کدام سر و صدا و وحشت نشوه بچه هایی که مجاهد بودن تجربه داشتن اونا می فهمیدن که جای آخری هست. از اون شبی که او رو برده بود دیگر رویش نمی دیدن. در می پیلگونی که ما 5000 شهید اعلان کردن که رفتیم شمع‌گذاری کردیم و در همین جا اینها کاملا زیر خاک دفن شدن. این خاطرات ره که بچه ها می گفت فقط شما رو جای خوب می بریم، ما مطلع می شدیم می فهمیدیم که اینا رو می برن فقط در ادام زیر خاک میکنه. بسیار ما خدا را سپاسگزار هستم که برای هر خانواده شهید حوصله، تحمل، بردباری را خداوند برشان عنایت کرده بودند که همسرای اونها افتخار میکرد و روزای فقر میساخت، اولادای اونها به روزای فقر میساختند. می گفتن پدر ما در راه اسلام به زندان پل چرخی رفته. بنان در او قاید ما قدر توانی که داشتیم و از مؤمنینی که بود خدا رحمتش کنه پدر ما بود که پدر جهاد می گفتن بچه ها کمک میکردیم، پیسه جمع میکردیم برای خانواده های شهدا، برای زندانی های پل چرخی، کسایی که در قید حیات بودن که از اون جمله 3-4 نفرشان در دوره که بامیان سقوط کرد و دکتر صادق مدبر اونها را کت محبوسین زندانی هایی که پیش از وا بود از کمونستان اینا را تبادله کردن باز آزاد شد. دیگه به این لحاظ که تا آمدن مجاهدین در کابل ما بسیار به مخفیانه شب و روز را زحمت می کشیدیم، بسیار کوشش میکردیم آگاهانه که خداوند لطف کرد تا او وقت ما را کس نفهمیدن که اینها عامل اصلی قضیه جهاد، خانه اینا، پایگاه اینا، مسائل اینا بودن. خوبندان شیر کراته اینا که وقتی که دگیر آمد هاشم میگفت که او با ای اردوش یک جای بود، ای ارسی که گیر آمد بعدا اینا را قلمداد کردن و اینا رفتن. برای ما در یک کاغذ تشناب یک پرزه خط آمد نوشته کرده بود که شیر که ما گیر آمدیم و آقای اعتراف کرده و دوستایی که با آقای شناخت دارن اونا را کوشش کنین آگاه کنین که در کابل نباشه. از طرف ما خاطر جمع باشی که ما تکه تکه پارچه پارچه شوم اعتراف نخواد کردم. ما از این مسئله آگاهی پیدا کردیم. در ضمنم که امی ابراهیم قاسمی هم در این مسئله کت ما بود، خب خبر شدیم. باز من قاسمی رو گفتم بیا تو بیرون شو که شناخت آقای کتی تو هست. این قبول نمی کرد، مقصد زحمت کشیدیم میره شب بیرون کردیم
در او اتاقی که امکانات بود، مهمات بود، نارنجک بود، تفنگچه بود، کلاشینکوف بود، اینا رو کاملا تخلیه کردیم. بعد ساعت یک شب بود که دروازه زده شد، دیدم که سرای بمبار گرفته. دروازه رو من رفتم که کیستی، گفت واش که امنیت. یک قنداری بود لنگیش هم تام بند پایش لنگی پالایی میزد که دروازه رو واش کردم. گفت ابراهیم در اون اتاقی که بالا بود و رفت و تمام چیزایی که برای معلوم بود اونها رو دانه دانه پرسان میکرد. هیچ چیزی اونجا نبود، اونها پنهان شده بود، چیزی نیافتن. بعد مسائل نام اینها رو کس گرفتن نمیتونست که در ما بست. وقتی که در خفقان بسیار بدی بود کسی پدر یا برادر خود معرفی کنه، آخر در کسی رو قماندان ما بست به نام زایر میگفت. بازی که قماندان ما بست شد، ما یک روز پیشنهاد رفتیم دادیم که پایواز بتانه محبوسین ملاقات کنه. بعد گفت که من هفته بعدی برای شما معلومات میتونم. باز 15 در 15 اجازه گرفته شد که پایواز ملاقات کنه. باز هر بندی را برشان پدرش، برادرش، هر کسرها، مقارب نزدیکش برای از اینا فرم پر میکرد. بنان شیر برادر داشت، برادرش عسکر بود و برادرش در وطن بود، برادری که از یک پدر و مادر بود. دیگه هیچ کسی دیگه حاضر نشد و ما در او زمان خواستیم که نه شب روز جهاد کرده بود. ما بایش برادرش فرم پر کردم، مادرم بایش مادرش، پدرم بایش پدر، تا ایام مدت 9 سالی که اینها در اونجا بود، نه تنها که برای شیر ما می رسیدیم، برای اکثریت محبوسینی که از جهاد بود برای از اونا توانمندی کمک بود، کمک میکدیم. هر 15 در 15 بسیار با شوق و علاقه خاص شب مادر ممسر منها لباسا رو میشوشتن، غذا پخته میکردن. مثل که فکر کنی که یک عروسی یک برادرت باشه، به مطر علاقه خاص در یک عروسی بری، برای ما مطر لذت آور بود. رفتن زندان پل شرخی، مادرم، خودم به نوبت، هر کدام ما می رفتیم. یک روز امی زایر که ما پیشنهاد برش کرده بودیم که پایوازی، مرا سعی کرد، گفت خودت بیادرم شیر هستی؟ من گفتم که آه، روحی خود ازش ندادم. گفت خب، گفت که 15 سال قید شد. من خنده کردم، من گفتم اما نربره برای قربانی هست، اشکال ندارم. ما از خداوند امیدوار هستیم که روزی خواهد شد، خلاص خواهد شد. اگر مسئله شما به شهادت رساندینم افتخار ما هست. مرا گفت که بسیار 15 سال وقت است، بسیار وقت دیر است. ما گفتم اشکال نداره. بعد از مسئله 9 سال سپری نمودن زندان، اینا تبادله شدن و رها شد که ما تا امروز روز از مابست پل شرخی از کسایی که زندانی های معروف در اون زمان بودن شناخت داریم. و از همه ملیت ها، چی از حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، از حرکت اسلامی، از وحدت اسلامی، با این دوستا در تماس بودیم. و جهاد مقدس بسیار وظیفه خوبی بود که متاسفانه که پسانها مشکلات های برای اقوام و گروه ها پیدا شدی خط علایدیش، و او قاید بسیار مردم صداقتمندانه در صف جهاد اشتراک میکنند. خاطرات شکنجه که زندانی ها رو میدادن، ناخونایشان کشیدن، بیدارخوی میدادن. پیشتر اشاره کردم که بسیار با کمال معذرت اینها را می بردن، دانش را در دان پات می چسبان، می گفت کش کنین اینا را. از این شکنجه ها بسیار زیاد بود و خانواده ها هم مسئله را اینا لعن و طعن اینا را که می رفتیم در صف ایستاد می شدیم، بسیار مشکلات هایی را برای مردم می آفریدن. اما شکنجه چنان شکنجه اینا را می داد که از همی شیر و اینها را یک وادی را یک کسی گفتی را چند 40 روز شب و روز ما بیدارخوی دادیم، زدیم، از سنگ صدا آمد، از این آمد. ما گفتیم که آخر تو انسان هستی؟
چه رقم انسان هستی؟ ما برش گفتم که انسانیت تو نداری، بیا من یک بر یک ساعت شکنجه ای که مرا میتی، یک ساعت مطور شکنجه را میتو، مگر تو نام مادرت بر من نگفتی و فراموش میکنی. به این لحاظ مسائل جهاد و مسائل مقاومت مجاهدین، شکنجه های جسمی، روحی، فشارهای گوناگونی را اینا در بالای نداشت. در زمین یک روز من بقید رسمیات چیز نشده بود، 15 در 15 در یک بلاک بودن اینا، قبل از این مسئله جنایی را پایوازیش ختم می شد، باز در آخر ختم پایوازی باز اینا پایان می شدن و فوتبال و اینا را در افته می دادن. یک رفیق پیدا کرده بود اونجا، طاهر نام داشتی، گفت بر بانی پیش ما پایواز بیا. باز من رفتم اونجا، که رفتم و کتازی ششتم و پایوازی جنایی خلاص شد و من اونجا خدا مشغول ساختم تا اینا پایان شد. اینا که پایان شد باز من رفتم کتازی اینا بغل کشی کدوم، کت آقای جعفری، کت آقای قماندان شیر، کت هاشم اینا. دستی یک مامور آمد و من گرفت و اونجا دست ما برد یک اتاق، گفت تو با کدام قانون، با کدام دلیل کدی از این بندی های سیاسی، تو چطور ماندی در این آخر مسئله، تو چطوری ملاقات کردی؟ خب ما ماندیم مسئله، گفتیم پایوازی آمده بودیم، اینجا ناوختر شد، اینا رو میشناختیم. بعدی مسلمان بود، خوب آدم بود، من رو گوشه کرد که برو، چانس آوردی که من نوکری بودم، اگر نگه فقط وظیفه تو در پالوی از یا بود که تو را باید ما میشاندیم. در اون زمان پشت پنجره ها ما میرفتیم در نام پایواز جنایی، همونطور در بانه سر قدم جایی میشتیم یا از پشت کلکین گپ میزد. چیزاییم که تبادله احوالات داخل و بیرون میشد، یک لباس در اون زمان که پیرهنهای یخنگرد بود در سان نوشته میکدیم، اینا دختگی بود، باز برای از اونا شفر بود، باز کالا که میرفت و رواز میکدن، حوالات بیرون هم مطلع میشدن. پس گزارش های چیزی که داخل زندان داشتن از شکنجه و از هر گونه راپورایی که داشتن اونا مینوشتن در آنمو تکیسان. باز ما تبادله افکار میکدیم در مابین خانواده ها و در مسئله هر چیزایی که اینا کی اقرار کده، کی نکده، کی مقاومت کده، تمام گزارشات اینا در روی تکه کالا می نوشتن. یا حتی هم که در دان پاچه، همی فیته ای که است قاد کده متر دولا، در دان پاچه می رو نوشته کده تکه سفید. این مسائل هایی بود که در وضعیت زندان ما خاطرات رو داریم. اتحاد مجاهدین بسیار فوق‌العاده بود. هیچ گونه در مابین زندان اختلاف نظر نبود که جمعیت اسلامی کیست، وحدت اسلامی کیست، حرکت اسلامی کیست. کلی بسیار برادروار با روحی بسیار بالا اینا شب و روز داشتن، تحصیل میکردن، درس میخواندن، بافندگی بعضی چیزهایی رو یاد میگرفتن، کلاس های قرآنی رو بین خود وقت پیدا میکردن، تمامی از این چیزها رو در داشتن. بسیار اتفاق و اتحاد بین مجاهدین بسیار خوب بود. بسیار خاطرات را ما داریم که در اون زمان برادرای حرکت اسلامی ما با برادرای حزب اسلامی، جمعیت اسلامی مثل روابط یک فامیلی و روابط بسیار خوبی حسنه داشتن. در اون زمان مسائل بسیار عالی بود، خاطرات بسیار نیک هست و افتخارات داشتن هر کدامشان که ما در راه خدا، در راه اسلام، فقط یه مسئله روحی اسلام بود، دین مبین اسلام بود، اگر نگه هیچ گونه مقاومت کسی که ناخونش بکشه، کسی که 40 شبانه روز بیدارخوی بته، این مقاومت هیچ قدرتی نیست که تحمل کنه، فقط محض رضای خدا بود، جهاد اسلامی بود، جهاد دفاع از وطن بود، از ناموس وطن بود، جهاد بر علیه کمونیست‌ها بود. در اون زمان
اگر جهاد نمی کردن امروز مثل آسیای میانه وری کلش رحمانوف و رحمانپوف و رحمانچوف نام می کردن، همگی از نسل لیلین به بار می آمد. اما این جهاد مقدس بود که آسیای میانه را از هم پاشان و قدرت جماهیر شوروی را تکه تکه کرد، کمونیستی در سطح جهان دفن شد. این افتخار بسیار بزرگ بود که ملت نجیب افغانستان و خصوصا مجاهدین جان برکف تحمل کردن، پذیرفتن این افتخارات در جامعه ما، در افغانستان، در سراسر جهان. این در تاریخ یک تاریخ بسیار درخشان ماندن که جماهیر شوروی قدرت ابر قدرت دنیا بود، اینها از هم پاشید، کمونیستی از بین رفت. ترسشان امی بود که اگر این شکنجه و فشار را اینا به عقیده خودشان میکرد که ما مکتب کمونیستی را در افغانستان پیاده میکنیم و بسیار خاطرات خود اثر از این مردم همه چیز خود میگنجانیدن، اما بچه ها که مقاومت میکرد، کمونیست ها را مثلا ترور میکرد، در جبهات گشنه و تشنه استاد می شد، این مسائل برای از اینا غیر باور بود. شکنجه می دادن، فشار می دادن که اینها را باید ما از اینا عراس داشتن. وقتی که در دشت برچی ما از ساعت 4 بجه دیگر به بعد دولتی در اونجا گشت و شیشته نمی تانست. یک شب خاطرات یاد دارم که یک روز پیش دولت کمونیستی آمد تا پول خوشکم نبود، تا می تقریبا مسجد امام زمان نارسیده همینجا ختم برچی بود. اینجا آمدن اینا پوف و پتاق و که مجاهدین کجاست و اشرار کجاست. شب عملیات شد، سر یک ماموریت سمت بود، دمی دان کوچه مسجد امام خمینی پایانتر. سر از این عملیات کردن اینا را از گرفتن و نفرهایشان اسیر گرفتن بردن. اما یک 3-4 دانه موترسیکل بود، اینها را کسایی نبود که موترسیکل متاسفانه یاد داشته باشه، این آدم روی سرک مانده بود، تیل هم خلاص کرده بود. صبح بچه های 8 ساله و 9 ساله با روحی بسیار بلند فریاد می زد که شما دین روز می گفتین که بیاین در مقابل ما اشرار کجا هستین؟ گفتیم شب امروز برچی تا بیگار یک نفر از ماموری دولت آمده نتانستن. این ترس و عراس عجیب بود که اونمو ترس و عراس و وحشت اونا داشتن که امروز آسیای میانه سقوط کرد، شوروی سقوط کرد و کمونستان نابود شد و امروز هم اگر ریشهشان در افغانستان ماندن، اگر به وزارت هستن، اگر به ریاست هستن، خب یک چیزی که وحدت ملی میگن ما ایره گفتن نمیتونیم. در غیر از این چیزی که ظلم را که در او زمان کمونستا کردن، ریشه بدبختیه امروز افغانستان تا حالا که هستن، اونمون مسائلی بود که در باله مردم ظلم و مظالمی کردن، مردم استاد می شد. وقتی که مردم استاد می شد اینا وحشت داشتن، اینا ترس داشتن، اینا خواب در چشمشان آرام نبود. در هر جای شب و روز یک مجاهده که می دید فقط بگه یک اسرائیل دیده. به این لحاظ مردم ما بسیار با شهامت، با نیروی قوی، با اراده بسیار خوب در مقابل جای استاد شدن. زندانی ما که تبادله شد، ما خبر شدیم که تبادله میشن، اما در اینجا ما دیگه نمیتونستیم که در ما بست دمی روی نابریم. اینا مسائلی را آماده کردن در میدان شهر، در منطقه نار فولاد، اینا را از ما بست پل چرخی کشیدن بردن. در اونجا بچه های حرکت اسلامی مبوسینی که در بامیان داشتن اونا را آوردن در بند نار فولاد، اونا را به تحویل اینا دادن، اینا را تحویل گرفتن. باز بچه ها و مجاهدین در سیاپیتو دروازه دولتی زدن، اونجا گو کشتن، ختم قرآن کردن.
این مسائل تبادل اینا بود. یک شب در پل سوخته میشتیم و ویلا از هر کوچه ها برآمد، می آمدن می بردن. مرا همسرم گفت که بلیاز خدا بیا برای. من قبول نکردم دیگه. بعد از مسئله که میگست مال صدقه سر، سر صدقه ناموس، خوی شو تیر کردم. به سبا شو من از اینجا مجبور شد مرا وادار ساخت در کوتی شنگی رفتم. خانه یک دکتر بود از برادرای التسنو. رفیقم بود. ساعت 11 شب دروازه زیرک زدم. ای که مرا دید بسیار جگرخون شد. ای شب خانه زی ماندیم. با صبحش از این رفتم طرف چلستون و گلباغ و رشخور. بعضی دوستایی که اونجا داشتیم تقریبا یک هفته سرگردان در پشت خانه اونها ماندیم که اولادای ما بیچارات قلبش تکان میخوردن که چه شد، کجا شد. و خاطرات واویلا هر شب در مناطق غرب کابل، در چندول، در وزیرآباد، در هر جای این مصیبت بود. و بازم ما در پایان خدمت شما تذکر میتونم که مجاهدین در او زمان بسیار با عقیده و خاص همه چیز تحمل کردن و ما هم در او شرایط هر گونه مشکلات هایی که سر ما رونما شد قبول کردیم. خاطرات را بسیار قلب ما از او لیاز تا فعلا راحت است. خدا را هم سپاسگزارش هستیم که هر قایدی که او خاطره ها به یاد ما میه، سلول های زندان به یاد ما میه، او راه ها به یاد ما میه، کام ما شیرین میشه. هیچ قاید از او هدف و آرمان پشیمان نیستیم. و از خداوند برای همه از او عزیزانی که جان شیرین شهادت دست دادن آمرزش و مغفرت آرزو میکنم. تهیه شده در تلویزیون نور.